طالبان 5 سلمان را در بادغیز بازداشت و به زندان انتقال دادند. طالبان 2 فعال آموزش میدان وردگ را بازداشت کردند. کابلوف پیشنهاد حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی به پوتین داده شده است و همچنان در پایان پاکستان یگانه رای نجات طالبان افغان را به هیبت الله نشان داد. مشروع خبرها منابع محلی در بادغیس از بازداشت دستجمعی سلمانان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع می‌گویند که ریاست امربالمعروف نزد منکر طالبان در بادغیس 5 سلمان را به دلیل کوتاه کردن و تراشیدن ریش مشتریانشان در شهر قلعه نو مرکز این ولایت بازداشت کرده است. منابع می‌افزایند که این سلمانان 2 روز پیش بازداشت شده و امربالمعروف طالبان پس از 2 شب بازجویی آنها را به زندان بادغیس انتقال دادند. طالبان تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان این گروه محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور وضع کرده است. در ماه گذشته سال روان نیز 2 سلمان اعضای طالبان در ولایت هرات به دلیل تراشیدن ریش مشتریانشان بازداشت و زندانی کردند. طالبان پیش از این نیز جوانان را در ولایت‌های مختلف کشور به دلیل کم کردن یا تراشیدن ریش و موی تحقیر و یا زندانی کردند. طالبان 2 فعال آموزش میدان وردگ را بازداشت کردند. منابع محلی در میدان وردگ از بازداشت 2 فعال آموزش این ولایت از سوی استخبارات طالبان خبر می‌دهد. منابع تایید کردند که طالبان در جریان یک هفته پسین یک باشنده ولسوالی بهسر این ولایت را از سایه قلعه نو در دشت برچی شهر کابل و یک تن دیگر را از سایه شاه مردان حصه اول بهسر میدان وردگ بازداشت کرده است. افراد بازداشت شده چمن علی رضایی و عبدالحمید نام دارند. منابع می‌افزایند که طالبان این دو تن را به اتهام همکاری با علیپور بازداشت کرده است. منابع افزودند که چمن علی رضایی در حکومت پیشین در ولسوالی بهسود آموزگار زبان انگلیسی بود و پس از سقوط نظام پیشین به ایران رفته بود و چند پیش دوباره به کشور برگشته و دستهای برچی کابل دکانداری میکرد. بر اساس اطلاعات منابع افراد بازداشت شده هم‌اکنون در زندان استخبارات طالبان در میدان وردگ زیر شکنجه قرار دارند. کابلوف پیشنهاد حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی به پوتین داده شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که وزارت‌های امور خارجه و دادگستری این کشور به ولادیمیر پوتین پیشنهاد حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را دادند. کابلوف به خبرگزاری روسی گفته که این موضع مورد حمایت تعدادی از نهادهای دولتی روسیه قرار گرفته است. با گفته وی طالبان از زمان روی کار آمدن در افغانستان راه دراز را برای به رسمیت شناختن طی کرده است. با این حال او تصحیح کرده است اما هنوز چند مانع وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد که پس از آن رهبری روسیه تصمیم خواهد گرفت. وزیر داخله پاکستان: طالبان اعضای تی تی پی را برای ما تحویل دهند. محسن نقوی وزیر امور داخله پاکستان از طالبان خواسته است تا اعضای تی تی پی را به دلیل نقش این گروه در ناامنی‌های اخیر در این کشور به ویژه کشته شدن 5 انجینیر چینایی در خیبر پختونخوا و اسلام آباد تحویل دهند. با گزارش رسانه پاکستانی نقوی این سخنان را در یک نشست خبری گفته است. او میگوید ما از طالبان میخواهیم که رهبران تحریک طالبان پاکستان به شمول نورولی محسود رئیس آن را دستگیر کرده و به پاکستان تحویل دهد تا روابط دوستانه بین دو کشور حفظ شود. او علاوه کرده که پاکستان این موضوع را با طالبان در میان گذاشته و از آنها خواسته است تا علیه این گروه اقدام کنند اما تا اکنون پاسخ مثبت دریافت نکرده است. وای تصحیح کرده است که تحریک طالبان پاکستان پشت حمله به ادبای چینی در بشام بوده و افراد دستگیر شده است. با گفته نخوی تروریست‌ها از ضعف‌های طالبان سوء استفاده می‌کنند و تهدیدات فزایندی را برای امنیت پاکستان از آن سوی مرز ایجاد می‌کند. وزیر امور داخله پاکستان اضافه کرده است این تهدیدات فرامرزی به طور فزایند امنیت ملی ما را پیچیده می‌کند. گفتنی است که در ماه مارچ سال روان در پی حمله مطربم در ایالت خیبر پختونخوا این کشور 6 تن به شمول 5 شهروند چین کشته شدند. طالبان این حمله را محکوم کرده و آن را تلاش برای تضعیف کردن روابط کشورهای منطقه دانستند. جنگ غزه بررسی ادعای از سرگیری از سرگیری توسط حماس. ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس نیمه های شنبه شب با نشر پیام ویدیویی ادعا کرد که شبه نظامیان این گروه شماری از نظامیان اسرائیلی را در منطقه جابالیا واقع در شمال غزه به اسارت گرفتند. وای همچنان مدعی شد که تعداد از سربازان اسرائیلی کشته و زخمی نیز شدند.
برپای ادای او جنگجویان حماس جمعی از نظامیان اسرائیلی را تا دم در یک تونل به دنبال خود کشانده و سپس آنان را کشته و زخمی کرده و اسیر گرفتند. در ویدئوی منتشره هم دیده می شود که جسد یک نظامی اسرائیلی در یک تونل از سوی جنگجویان حماس روی زمین کشانده می شود. مقدار مهمات و تجهیزات نظامی نیز به چشم می خورد که به ادای حماس متعلق به نظامیان است که شکار دام شدند. البته شمار اسیران مشخص نشده است. پیام ویدئویی ابو عبیده در رسانه‌های غیر غربی بازتاب وسیع یافت. ویدئوهایی نیز در رسانه‌های ایرانی منتشر شده که نشان می‌دهد فلسطینی‌ها در کرانه باختری و در اردوگاه‌های اورگان در لبنان به خیابان‌ها آمده و به شادی پرداختند، صرف نظر از آن که به صحت و سقم ادعا توجه کنند. با تعقیب همگانی شدن آن ادعا، افیخای ادردی سخنگوی ارتش اسرائیل برای رسانه‌های جهان عرب آنچه را که سخنگوی شاخه نظامی حماس گفته بود تکذیب کرد، ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرد. همچنان رسانه‌ها و منابع معتبر جهانی تا این دم اسناد منتشر شده از سوی حماس را راستی آزمایی نکردند. اما دانیل هاگاری سخنگوی رسمی ارتش اسرائیل در این زمینه تا هنوز ابراز نظر نکرده است، چیزی که پرسش‌های را در ذهن‌ها خلق کرده است. البته روزهای بعد پهلوهای پنهان ماجرای بیشتر روشن خواهد شد. مهمتر از آن، روز گذشته چندین راکت دوربود اشهر رفح به سمت تل اویو شلیک شد که در پی آن دو شهروند اسرائیلی جراحات سطحی برداشتند. سوالی که مطرح می شود این است، به فرض که ادعای حماس درست از آب درآید، پیامد آن برای اسرائیل چه خواهد بود؟ یک، ادعای فوق اگر صحت داشته باشد برای دولت نتانیاهو خبر ناخوش و دردسرساز خواهد بود، به این دلیل که منطقه جبالیا که حماس ادعا می کند نظامیان اسرائیلی را در آنجا اسیر گرفته است، قبلاً از سوی ارتش اسرائیل پاکسازی شده بود، ولی از نو دارد درگیری های شدید را تجربه می کند. شمال غزه از اول مناطقی بود که در معرض حمله زمینی ارتش اسرائیل قرار گرفت و ادعا شد که از وجود حماس تصفیه شده و توان نظامی این گروه نیز در آنجا به گونه کامل نابود شده است. به همین دلیل ارتش اسرائیل به عملیاتش در آن مناطق پایان داده و عقب نشینی هم کرده بود. حالا که دیده می شود تلاش اسرائیل نتیجه در پی نداشته است. این روزها اردوگاه جبالیا حتی شبیه روزهای آغاز حمله زمینی ارتش اسرائیل گواهی درگیری های شدید است. به یک معنا می شود گفت که توان نظامی حماس آنگونه که دولت نتانیاهو انتظار داشت شاید تضعیف هم نشده باشد. اظهارات سخنگوی شاخه نظامی حماس اگر درست باشد، اسرائیل بیش از هر زمان دیگر خود را ناگزیر به دوام گفتگو برای برقراری آتش بس خواهد دید. برای فعلا 121 گروگان اسرائیلی در نزد حماس هستند. البته گفته می شود که 37 تن آنان در نتیجه حملات هوایی ارتش اسرائیل کشته شدند. حالا اگر ادعای حماس درست باشد، اسیران بر رقم گروگان ها می افزاید، چیزی که به زیان دولت نتانیاهو است. رفتار پیشین اسرائیل نشان داده که در برابر حیات نظامیانشان زیاد حساس است و برای مبادله آنان با زندانی های فلسطینی کمتر درنگ کرده است. پس از نشر ادعای حماس، گزارش های در رسانه ها مبنی بر از سرگیری مذاکرات برای برقراری آتش بس در چند روز آینده دست به دست می شود.